اما همچنان از آمریکا با ادامه تیراندازی‌های سریالی و آمار بالای مرگ و میر ناشی از سلاح گرم در این کشور، دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه بر سر اصلاح قانون اسلحه به توافق رسیدن. اگرچه در این قانون در این توافق فقط تغییرات جزئی در قانون مالکیت و حمل اسلحه پیش بینی شده که شامل سختگیری‌های بیشتر برای خریداران زیر 21 سال و مقابله با خرید غیرقانونی اسلحه میشه، با این حال با واکنش یعنی مورد استقبال افکار عمومی در ایالات متحده قرار گرفته. همراه میشیم با آرش علی از کنگره آمریکا در واشنگتن. آرش، به هر حال این توافقی که بین دو حزب انجام شده خبر بزرگی بود در ایالات متحده، است و بشنویم که واکنش ها بهش به چه شکل بود. بله نیوشا، دلیل اینکه خبر بزرگی هست اینه که در 26 سال اخیر ایالات متحده با وجود اینکه همه آمار نشون میده که خشونت‌های مربوط به اسلحه گرم در این کشور افزایش پیدا کرده، کنگره آمریکا قادر نبوده که بتونه قانون جدیدی رو تصویب کنه در موردی که بخواد جلوی این خشونت‌ها رو به نوعی بگیره. توافقی الان بین سناتورهایی که داشتن در این مورد این مسئله با هم دیگه رایزنی میکردن بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه، هر کدوم 10 سناتور صورت گرفته. نکته این است که اگر دموکرات‌ها میخوان که این قانون رو به تصویب برسونن، باید به عدد 60 سناتور برسن برای که جلوی فیلیباستر رو بگیرن. فیلیباستر یک تاکتیک سیاسی است برای اینکه سنا رو انقدر اون سناتورهایی که مخالفن بتونن حرف بزنن، برن در سنا صحبت بکنن که وقت سنا تموم بشه. با وجود 60 تا سناتور، فیلیباستر از جریان کاری خارج میشه. قانونی که شما میگید بخشی شامل این هست که یک بندی اضافه میکنه برای افراد زیر 21 سال، که ممکنه چند هفته طول بکشه این بند چک بشه، پیشینشون سوء پیشینشون چک بشه تا بتونن اسلحه بخرن. مشکل این است که در بعضی از این موارد که اخیراً تیراندازی‌های مرگبار در آمریکا صورت گرفته در مکان‌های عمومی، افرادی که این تیراندازی‌ها را انجام دادن هیچ سوء پیشینه‌ای نداشتن. یعنی حتی اگر این قانون هم کامل تصویب می‌شد، بازم اون افراد می‌تونستن برن اسلحه بخرن و بعد متاسفانه به اون تیراندازی مرگبار خودشون بپردازن. بخش دوم اون یک بودجه است که دولت فدرال به ایالت‌ها میده و اون ایالت‌ها رو ترغیب می‌کنه برای قوانینی که بهش میگن قوانین رد فلگ لاز یا قوانین پرچم قرمز در مورد افرادی این قضیه صدق داره که روان پریش هستن، تهدید می‌کنن که به خودشون و به جامعه آسیب برسونن. اگر فردی، شخصی یا حتی پلیس بر از اینها شکایت کنه، اون وقت نیروهای انتظامی میتونن برن و اسلحه اون فرد رو مصادره کنن. اما با این حال ما چند بار دیگه هم قبلا دیدیم در تاریخ آمریکا که گروهی از سناتورها با هم به توافق زمینی رسیدن و در نهایت این توافق از هم پاشیده است. هنوز هم کارشناسا میگن چندین هفته زمان وجود داره تا متن این توافق به صورت یک قانون نوشته بشه. ممنونم از تو همکارم آرش علی از کنگره آمریکا.